جایی که سنم هم اجازه میده و من یاد میارم هیچ وقت زنان از زندگی مساوی با مردها یا از شرایط همگون و همسان با مردها در افغانستان مستفید نبودند. مظلومترین، بیچاره‌ترین و بینواترین و بالاخره بدفاع‌ترین موجود در جامعه ما هم زن است. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پا گفتی پا اساس باندې وای هغه سره مونږ ته غوره شخص دی چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل بیبیانو سره ډیر ښه چلند کوي. در دین ما هم قرآن سند محکم است تا نظر متن شناسی. در مخاطبات قرآن انسان مخاطب است، هیچ زن و مرد درش نیست. زن از نمو جوهری که تو آفریده شدی آفریده شده است و مرد از نمو جوهری که خانوم آفریده شده است. اینطور است. کمپاین هی فارشی یا مرد برای زن که در افغانستان تحت شعار مرد شجاع برای زنان میستد در سال 2014، سپتامبر 2014 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک افتتاح شد و هدف کلی کمپاین هی است که برای مردا و پسرا آگاهی بده در باره مسئولیتی که ما داریم در قبال خانم‌ها. مرد برای زن یا مردان شجاع برای احقاق حقوق زنان می‌ایستد. این شعار کهنه هم نیست، مربوط به گذشته هم نیست، در کشورهای جهان سوم هم طرح نشدن، در نیویورک در مقر و اصطلاح مدنیت امروز بشری این سوال مطرح شده است. این بهایی را می‌فهماند که هنوز هم حقوق زنان در سطح جهان پامال می شود و زن به آن حقی که باید نرسیده است. نارینه و خزینه په کور کې ټول یو د بل لازم او ملزوم دي. که په ټولنه کې چیرې یو مرغه یو بال ولري یو ونه لري، یعنې تاسو پوهیږئ چې پرواز نشي کولی. سال 1968-69 که برای دخرا تیزاب می پاشیدن و سال 2001 هم برای دخرا تیزاب می پاشیدن و امروز هم دخرا می سوزنن. در هیچ جای افغانستان شما زن آرام دیده نمیتونین. تمام درد و رنج و غم و غصه جامعه از جنگ، از ظلم، از ستم، از اقتصاد، سیاست فرهنگ با سر زن زده. داخل این است که چی په بعضی کورنیو که متاسفانه داشت یو بد رواج وجود لري چې که چیرته یوه ښځه د مرګ سرحد ته هم رسیږي، خصوصا د ولادت په وختونو کې او په هغه کور کې نارینه په هغه وخت کې موجود نه وي، په هغه سر کې موجود نه وي، ښځه دا حق نه لري چې دا ډاکټر سره بدون د نارینه لاړه شي. څه خبره ده حسین پلاره؟ درد مې دی. بلا مې درپسې چې درد دی، زه څه شی وکړم؟ خیر دی کنه، روغتون ته نویزه. ګوره ښځې، دا به زما اخري خبره تا ته روغتون ته دې وړم، خو په یو شرط، که زوی دې راوړو دا کور ستا دی، دا ژوند ستا دی، او که لور دې راوړې نو د لور سره به دې د مور کور ته ډېر چې زما کور ته هم نه ګورې. مسجد رفته بود و بعد مسجد رفته بود در زیارت به نام فرخنده، در روز روشن گفتن تو قرآن سخنانده هیچ کس پسا نکد که راستش دروغ است، او را لط کردن، کوب کردن، شکنجه کردن و بالاخره سوختاندن. توربیکی جوان مبارزه
پس پین اورس په عام شهر کې وویشتل شو. از این زنهای شجاع آدم باید حمایت بکنه، نگذاره که این زنها بار دیگر مورد تجاوز قرار بگیرن، بار دیگر سوخانده شدن، بار دیگر سنگسار شدن. جرم دا و چه دا شزده دا چون اقا قایقی چی روز مرز مرز سر مخدی او هغه رشتیا دی، هغه کلتوری، هغه فرهنگی، هغه مذهبی رشتیا دی چی موجی روز مرز زبا سوام چی بخی خیر و خیراتی شزه میمزی مکتب تلور میمزی آرام آرامی دا خیر و خیراتی شه نسته دا دی مانا لده چیز تاسی غلام خدا نخسته مرستون زیلرم از تو که آزادیم را، غرورم را و زندگیم را گرفتی و مرا به زنجیر کشیدی، با مشت بر زمانم کوبیدی و حرفم را به سکون تبدیل کردی، رویم خط کشیدی و محکوم به تنهایی درد و غم شدم. تو برایم احساس زندان و خداحافظی را دادی. این کار با دستان تو صورت گرفت و تو دقیقاً خودت یعنی مرد. من امروز از تو و از کارهای همجنسان تو میگویم. واقعاً من امروز خستم از مسیر یک طرفه، خستم از برادر. برادرم رو بیگانه میکنم. دختر خوردم، میای در پهلوی من استاد میشم یا میشینم و فقط یک سوال میکنم، میگه که آقای فرخونده رو چرا رقم کردن؟ چرا زدن؟ هیچ کسی پسر من در اون خانه بود آمده این سوال از من نکرد، ولو خیلی هم در تمام مسائل دخالت میکنه، گپ میزنه، یک گلم سوال میکنه، ولی اینمی سوال مشخص را پسر من در خانه نکرد، ولی دخترم کرده که آمده در خانه شیش رک گفته که آقای فرخونده چرا این کار کرده، بخاطر که او دختر خود در جای فرخونده دیده، ولی پسر هیچ گاهی خود در جای فرخونده ندید. به همون خاطر آتشی که در جان فرخونده افتاد یا لگد و مشتی که در جان فرخونده افتاد، سنگ و چوبی که به طرف فرخونده افتاد، در جان دختر من هم افتاد. او پا دینه پویدل چه کسره خلاصه اوی چه در تخ پلا دی چانه پیدا سوی دقا چه اوز کم ظلم که دا ستا مرجع و مصدر و منبع دی دقا شزه دا که دا نوی تبه نوی. به نظر میرسه که تا نگاه ما و شما تغییر نکنه، رفتار ما تغییر نمیکنه. نگاه ما چیه؟ یعنی چه قسمی به خود، به اطرافیان خود سعی میکنیم. مردان کسی جز ما نیست و زنان هم کسی جز خواهران، مادران و دختران ما نیست. این یک نکته هست که متاسفانه پیام هیفارشی را فعلا بر ما شما به اجازت مطرح کرده که ما باید مردان را بگوییم که ایستاد شوید برای زنان. فلزا هر کسی که دارای بینش این چنین باشه اونو اخلاق خاص رو ایجاب میکنه که طبعاً هیچگاه با زن به عنوان یک موجود درجه دو نمیبینه. چی گرمیم، چی گرمیم از این عشق چه خوشی، چی پنهان، چی پنهان چه پیداست خدایا. یکی از خاطرات ما این هست که وزیر معارف وقت شاهی محمد ظاهرشاه به هرات آمده بود و تقاضای دخترای لیسه امیری هرات از وزیر معارف وقت این بود که زمینه برای از اونا نبود که برن به پوهنتون درس بخونن. گفته بودند که برای ما زمینه سازی کن که ما از بعد از اینکه از صنف دوازده فارغ میشیم بریم به پوهنتون و تحصیلات خود بالاتر ادامه بدیم. و جواب وزیر معارف وقت برای دخترای صنف دوازده لیسه میری آن زمانی بود که اگر دخترها هم برن درس بخونن باز طفل را که به خانه نگهداری بکنه. آن را بیاراس خدایا، زهی شور، زهی شور. پس ما دولت هایم که داشتیم زده
زن بوده، مرد محور بوده. خب طبعاً طبعاً مذهب و دینی هم که داشتیم در خدمت مرد محوری بوده و حتی خیلی از احادیث به پیغمبر و اینا نسبت داده شده، ضد زن است و قطعاً دروغ است، ساختگی است. و از نظر بازم که مرد میکنم، از نظر دینی که قرآن ما محور میداریم، از این نظرم مانعی نداره. زن میتونه کاندیدار شده برای ریاست جمهوری، برای پستای وزارت، برای پستای صدارت. هیچ کسی مانع شده نمیتونه که زنی مدیر نباشد، درس نخواند، کار نکند، تجار نباشد و از استعدادهای شایستهی که خداوند در نهاد خلقیش نهاد است جلوگیری بکند. چی بندستان چی سنجی که در پاس خدایم. پس ما با آغاز این کمپاین تغییری را میخواهیم در مفکوره ها، تغییری را میخواهیم در ذهنیت ها که ضرورت است برای یک جامعه اسلامی. غریب است، غریب است، زباناست خدایم. امروز مفکوره های است که زنان را من حیث یک انسان نمیشناسند یا انسان درجه چندم میشناسند. این نوع مفکوره تعلق به دین ندارد، این نوع مفکوره تعلق به فرهنگ والای ما ندارد. این مفکوره مفکوره ای است که مربوط به شخص است، مربوط به جریان است، مربوط به یک دیدگاه محدودی است که در عمو محدوده طبیعتاً یا از نظر استخدام اینا گماشته شده است که کار بکنند. آقا جای کسان آقا شد لام کسان چهت شده گره. این ریشه در دین ما نداره، ریشه در هیچ دینی نداره و ریشه در تاریخ افغانستان داره. ریشه در یک تاریخ بسیار قدیم شرقی داره. از اما اول مرد سالاری بوده، بعد وقتی اینا مسلمان هم شده باز اسلام در خدمت مرد قرار گرفته. وقتی بودایی بوده باز اما بودیسم در خدمت مرد قرار داشته. چون حاکمیت مرد سالار بوده، یعنی اصلا تاریخ ما تاریخ مذکر است، تاریخ مؤنث نیست. برادر هیچگاه عشق خواهر خود را دیده نمیتونه و امیدوار هستم که به او روز منتظر نباشیم که باز عشق خواهرتان را ببینین و او روز اقدام بکنین که با سودی نداره. ولی امروزی که خواهر در بالویتان در خانه همراهتان رفیق است، یار است، یاور است، کمک کننده و خدمتگارتان است، امروز دست او خواهرتان را بگیرید و شجاعانه برش استاد شوید تا او بتانه حقوق حقیقی خود از جامعه خود بگیره و طوری که استعداد داره تبارز بتانه، طوری که آرزو داره زندگی بکنه توانمند شوه تا خانواده ها توانمند شوه. رخشانه قربانی جهل و نادانی، رخشانه قربانی جهل و نادانی. سنگسار را متوقف کنید، سنگسار را متوقف کنید، سنگسار را متوقف کنید، سنگسار را متوقف کنید. جاهل را اجازه ندهید، جاهلان را اجازه ندهید. اگر خاموشی اختیار کنند در وقت امر سنگسار تایید کردند. تا این سنگسار در افغانستان به هیچ صورت قابل توجیه نیست. اگر یک کس اللہ است، یک کس مولوی است، یک کس خطرستان است، یک کس در مولانا یا چلی هست، باید یکی کنند سنگسار را بالاخره محکوم کنیم. زن حق مساوی با یک مرد باید داشته باشد. اونمو حق را که ما دارم میخوام یک زن داشته باشم. در مقابل زن ستیزی سازماندهی شده، در مقابل خشم خشونت زن باید استاد شد. ما به خاطر دخترم استاد میشم، به خاطر خواهرم استاد میشم، به خاطر مادرم استاد میشم.
رخشانه زنده جاوید است. رخشانه زنده جاوید است. مرگ بر سنگسارگران. مرگ بر سنگسارگران. مرگ بر سنگسارگران. مرگ بر سنگسارگران. زنده باد زنان افغانستان. زنده باد زنان افغانستان. زنده باد زنان افغانستان. ما گفتم که یک بار میمرم نه دو بار، اما یک بار میمرم با شرف و با عزت خود مردم، با دفاع از حقوق پایمالشی زن خود مردم. من فکر نمیکنم آدم شجاع باشم، من این آدم بسیار ناتوان هستم، با ناتوانی خود کوشش میکنم بتانم دردهای جامعه رو بیرون بکشم. در وقت زایمان بارها اتفاق افتیده، یک خانمه که دو بار، سه بار، چهار بار دختر بودی آورده، شوهرش دیگه بار زن گرفته. غلش راست نمی شید از ما سر رفته، دیگه خبری مکوه. ای حسلیا به اصلا خبر اشو بوده چه دومره فکاره تو چه اشو بیدی؟ دومره نپایگی؟ درست لیوا بری دلی؟ دلست نتیم اخیر؟ سید نامات بکور که زوی پیدا شو. نو یا سړیا چې دار چا په کور کې زوی پیدا شي ته راځې او قصور زمان اخلې لار نه والم قصور سهار چا په کور کې زوی پیدا شي قصور مان اخلې خبرې ډېرې مه کوه شپږ لوګان دې راوړې خبرې م ته کښېنا ته بس دا زما خبرې تعلې دي چې چا نه زوی ورکوي او چا ته لور دې کښې زما څه ګناه ده که چېرته دغه نارینه اولاد وي نو زموږ د کورنیو دغه خوشحالي د همدغه نننۍ ورځې نه شروع شي تر هغې چې ماشوم پیدا کیږي او بیا چې پیدا شي په هغه باندې څومره مصارف او څومره خوشحالیانې کوي دا یوه بیله دنیا ده. خو که چېرته دا جنۍ وي نو د همدغې ورځې نه په کورنۍ کې د هغې خور ژوند تریخ شي چا چې په حاملګۍ کې دا پته ورته لګېدلي چې د ده په نس کې مثلا لور ده. این تبعیض تا که وجود داشته باشه در اون خانواده به نظر ما جامعه ما دوشق است. مایی که ادعا میکنیم مسلمان هستیم، کشور اسلامی هستیم، چطور از نیم پیکری جامعه بشری ما میشرمیم و نمیتونیم حتی اونا رو به نامشان که عبارت از اونمو هویت اصلی از اونا هست صدا بزنیم؟ وقتی شما فعالیت‌های اجتماعی زنا را با رکود مواجه می‌بینین، حقوقشان و فعالیت‌هایشان را دچار مشکلات شدید می‌بینین، این یگانه عامل اساسی برای عقب‌مانی جامعه‌تان تلقی شده. اینجا من و تو هستیم. وقتی در سطح واقعی زندگی قرار می‌گیرم، چشمانم قضیه‌ها را می‌بیند، با واژه‌ها می‌سازم، در خود فرو می‌روم، احساس دلتنگی می‌کنم، درد می‌کشم و قلبم همچون شیشه‌های احساس شکستند. خودم لبریزم، لبریز غم، لبریز نفرت، نفرت از تو که مرا یک اشتباه می‌دانی. متأسفانه به نام مرد همیشه مانع و مزاحم برای زنان بوده و این مانعیت و مزاحمت بر خود ما هم خیلی دشوار تمام شده، به خاطر از اینکه وقت ادعا میشه که نصف از نفوس جامعه زنان هست،
این نصف نفوس اگر عاطل، باطل و بیکار بماند، معنیش است که باید بار این نیمه را هم خود مردم بکشند. به خودش یک کار غیری منطقی است. اگر زنان در امورات اجتماعی همکار مردان نباشند و مردان همکار زنان نباشند، روزگار جامعه بد و بدتر خواهد شد و به پسمانی هایی که هستیم باقی خواهد ماند. یک انتظار دارم، میگه همین مرد چهار اطراف من با من مثل یک دو دوست بسیار پاک، مثل یک خواهر برادر رویه داشته باشه، با هم یک جا کار کنیم، با هم یک جا حرکت کنیم، یک دست باشه، یک اتحاد، یک پارچه باشه. اما هیچ وقت یک دیگر خود تهدید یا توهین نکنیم، هیچ وقت در مقابل یک دیگر خود موضع نگیریم. فقط اینمی تمام توقع اینمی دارم که باید یک چیز باشیم، مساوی باشیم. یعنی من با حق حمایت دستاسونه غواړو کم چی شریعت خوزو تور کرده دیم. اگر مردان به تنهایی خود بخواهند که مبارزه علیه خشونت بکنند و زنان در این رابطه مسئولیت نگیرند، باز هم ممکن است که موفق باشه، چون کسایی که خودشان مستحق حمایت هستند و مستحق جلوگیری از منع خشونت علیهشان است، اونها بیخبر باشند، مردان کار را از پیش برده نمیتانند. باورها از نظر ما باورها هنوز تکمیل نیست، باورهای حتی بدبختانه. اینقدر وضعیت آگاهی ضعیف است، خود خانم ها و تواناییشان باورمند نیستند. چی میرسه به این که باز مردا به این حق قائلشان باورمندی داشته باشند که زن به اساس خلقت پروردگار خیلی توانمندیهای زیبا دارد. اگر یک جامعه مدنی و دموکراتیک میشه، با زنان میشه. نگاه فرهنگی جامعه را زنان تغییر میدن، مردم تغییر نمیدن. بچه ها هر چقدر با سواد شوند، هر چقدر قدرتمند شوند، جای پای پدر خود را تغییر میدن و هیچ چیز در جامعه تغییر نمیدن. اما با سواد شدن زنان و حضور زنان، نگاه فرهنگی جامعه را تغییر میکنه. یک نگاه گم را در خود یک نگاه قرار میدن. اینمی هیفاشیست، هیچ چیز دیگری نیست. کس از شما زیادتر از این نمیخواد. و من فکر میکنم که قد از این الگوها زندگی ما شما راحت‌تر باشه.